درود بر همینان ارجمند، بینندگان برنامه. خوشحالم که فرصت دیگری شد بعد از یک فترت تقریبا فکر کنم 4 هفته‌ای. من شاهین نژاد همراه با شهرام آریان همراهتون هستیم برای پی گرفتن جستار بسیار مهمی که 9 نشستش رو سپری کردیم و به نشست 10 رسیدیم. دلایل کامیابی سپاه اسلام در ایران و شکست ایران ساسانی. در 2 نشست نخست کوشیدیم که نظریه هایی که در این پیوند ارائه شده رو بذاریم وسط، بهش نگاه کنیم، نقدش کنیم، خب نقاط ضعفش رو بگیم، اگر نقاط قوتی داشته اونها رو در نظر بگیریم، و بعد از نشست سوم دیگه وارد خود بحثی شدیم که برمیگشت به چگونگی و کم و کیف اصلا شکلگیری همچین حرکتی و بعد نزدیک آمدن نیروهای مسلمان به مرزهای ایران شهر. به نبردهای منطقه‌ای رسیدیم، سپس جنگ قادسیه و پس از اون تسخیر تیسفون پایتخت ایران به دست سپاه اسلام و بعد رخداد جنگ جلولا رو بررسی کردیم و رسیدیم به در حقیقت شرایطی که اعراب مسلمان وارد فلات ایران شدند در خوزستان و در استانهای غربی مشغول تاخت و تاز هستند. از سوی دیگر خلیفه وقت عمر ابن خطاب باور داره که باید همون جایی که هستند مسلمان ها بمانند و جلوتر نرن، چون آن چیزی که هدفشون در گام نخست بوده بهش رسیده بودن، یعنی دسترسی به ثروت بسیار بسیار بالایی که از مناطق میان رودان، از تیسفون به طور ویژه پایتخت و همچنین از دیگر مناطق مرزی نصیب مسلمانان شده بود و در گزارش‌های مورخان مسلمان مطالب زیادی درباره حجم و اندازه این در حقیقت غنیمت‌های جنگی که به دستشون افتاده یا آنچه که از غارت شهرها و روستاها نصیبشون شده آمده که انقدر زیاده که از حوصله برنامه بیرونه. همچنین اشاره های بسیاری شده با عدد و رقم به شمار زنان یا کودکانی که در اینجا اونجا توسط مسلمانان از ایران به اسارت برده شدن. رسیدیم تقریبا به آستانه جنگ نهاوند که عرب ها نامش رو فتح الفتوح گذاشتن به خاطر اینکه نظر اونا آخرین جنگی بود که به صورت متعارف با ارتش ایران روبرو می شدن، هرچند که در جنگ نهاوند همچنان که بهش خواهیم پرداخت نیروهای داوطلب هم حضور داشتن از سوی ایرانی ها. پس از جنگ جلولا مسلمان ها آغاز کردن به استوار کردن به اصطلاح جایگاهشون برای که مطمئن بشن از اینجا راحت بیرون رانده نخواهند شد. 2 تا شهر پادگان در حقیقت درست کردن در منطقه جنوبی، شهر بصره رو کردن پادگانی که از اونجا بهره می بردن برای سرکوب مناطقی که سر به شورش برمی داشتن و این تا چندین سال ادامه داشت. نهایتا اصلا بصره تبدیل به یک شهر پرجمعیت شد و در منطقه شمالی تر با کوفه همین کار رو کردن، یعنی پادگان شهری بود که برای کنترل و سرکوب شهرها و شهرک های ایران شهر در مرزهای غربیش، نه جنوب غربیش، در حقیقت عملا به کار می رفت و بعد کوفه هم همین گونه ماند. و یه تاریخ خیلی مفصلی هم پشت این جریان حضور اسیران و برخی از موالی در شهر کوفه است که از حوصله برنامه فعلا بیرونه. و شهرام هم با اسلاید ها و هم با نقشه در نشست های گذشته تا اندازه زیادی توانست که به شما ایده ای بده از نظر جغرافی های آنچه که داره رخ میده و در حقیقت شما را همراه کنه. به آستانه جنگ نهاوند میرسیم و من رشته گفتار رو به شهرام میسپارم که کار رو پیش ببره. شهرام جان درود بر شما. با درود شاهین گرامی، درود بر بینندگان. من مثلا همیشه یک سری برم سراغ
سلاید ها خب الان دیده میشه. اون نقش معروف مال ایران و روم کنار هم دیگه. بله بسیار. در این نقشی که نقشای همیشه نگاه کلی بود که ما بهش باز میاختیم، رفرانس میدادیم واسه اینکه بفهمیم کجا هستیم، از اونجا آغاز کرده بودیم. وضعیت ایران و روم رو قبل از حمله اسلام نگاه کرده بودیم، به جنگای ایران و روم در زمان خسرو پرویز نگاه کرده بودیم و بعد وارد فرایند تصرف ایران شده بودیم، یا حمله مسلمین که اول سیستم و سازمانی هم درست نداشت. حالا من فقط یه روایت رو برداشتم برای اینکه بگم چه شده. اصلا خود در مورد زمانهای حمله ها هم کمابیش ناسازگاری بسیار هست. پس و پیش نظمی تو این حملات مسلمون ها روی هم رفته نبود، بلکه فوج فقط حملات بی پایان بود از یک شمار بسیار بالایی از افراد به هم پیوسته و ایدئولوژیک برانگیخته و روی هم رفته با زندگی کلاسیک بیابانی خودشون هم آشفته، که بعد اون پادگان های مرزی رو تونستن یه موقعی بگیرن، بعد از فرات رد بشن تا الاخره. اینا رو همه رو بشستی کردیم و من گذشته از برخورد شیوه های جنگی گوناگون این دوتا هماورد با هم دیگه، ایرانی ها از یک سو و مسلمان از سوی دیگر، اشاره هم کردم به روی هم رفته افسانه سازی های کلاسیک و سیستماتیکی که تا به امروز همه تاریخ های نگاشته در این مورد رو حداقل بگیم مسموم کرده، یا اگه راستش رو بخوایم بگیم در حقیقت بی ارزش کرده. من نام نمیخوام ببرم از مهترانی که همین تو این 20 سال اخیر هم به این کارا پرداختن و کتابایی که نوشتن، اون بخشش که به تاریخ جنگ و اینا برمیگرده هنوزم زنده هستن این تاریخ پژوهان در فرنگ، یکی این کتابایی نوشتن، نام نیازیست ببرم. ارزش نگاشته ها از تاریخ جنگ تقریبا صفره و ما یه بدشانسی بزرگی داشتیم از این لحاظ که به این مسئله تاریخ نگاران اساسی جنگ شناس نپرداختن. ما لیدل هارت و اینها نداشتیم، اون فرنگی ها فقط به تاریخ خودشون پرداختن. کسایی که این چیزها رو خواستن بنویسن این کاره نبودن. چیزایی که نوشتن خیلی 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 سسته، در بهترین مورد فقط سند بایگانی سنت هاست که مونده. اونم که عرض کردم چون سنت های نگاشته از سوی مسلمین خودش همش افسانه سازیه، یعنی تواریخ مثل مثلا در رأسش مثلا طبری، چون این همش افسانه سازیه، حالا از الف تا یه بخش بزرگش افسانه سازیه، مونده شماره رزمنده هایی که به هم برخوردن، شیوه حرکت، زمان های نبرد، از بالا تا پایین کمابیش بخش بزرگش پرت و پلاست. خب اون تاریخ نگارهای کلاسیک این ملات کارشون بوده و اینا رو باید بازنگاری میکردن و در حقیقت مجبور شدن که ریزخار این افسانه نویسی های تاریخ نویسی مسلمون اون زمان بشن که میخواستن اینو به یه حالت نبرد مثلا یزدانی محکوم به پیروزی و از این حرف مسخره بازی. یه فاجعه است که این مسئله تو تاریخ نویسی ایران شکافته نشده، واقعا فاجعه است، چون توی تاریخ هر کشوری بالاخره یه چرخشگاه های بنیادی هستن و اون چرخشگاه رو آدم دیگه باید بشناسه. حالا ما دیگه شهرام جان مورخان مسلمان سرشناس مانند بلازری و یعقوبی و خود طبری و دینوری و از این دست به هر حال در حین اینکه گزارش هایی دارن میدن، ولی راستای نگاهشون این است که اینو به صورت جنگ حق علیه باطل و با پیروزی مطلق حق با وجود تعداد کم سربازان جبهه حق در برابر باطل آتش پرست نشون بدن و جو کلی کتاب رو بخوام به اون سو ببرن. برای همینه که در این حال که ممکنه برخی از رخدادهایی که گزارش شده رخدادهایی باشه که انجام شده، ولی کم و کیفش و دلایلش و تحلیلش رو کاملا از نگاه یه آدم مؤمن نوشتن و اینو فاقد اعتبار کافی برای تاریخ مدون میکنه.
عرض کردم یکی از فرنگی خود آلفرد باتلر در مورد نامش گذاشته بود Pious Legends، یعنی افسانه های پارسایان. این نشستی ها رو هرچی دل تنگش میخواسته به هم بافته. و خب وقتی که سند در اون سطح دستکاری شده است و همش هم فقط همون مونده، خب این تاریخ نویس های تفلی، حالا فرنگی هم حالا خودی هم، نمیشه خیلی ازشون عیب گرفت که چرا آنچه که می نویسن معنا نمیده. البته خودشون هم همیشه پایان کتاباشون میگن که آخرم نفهمیدیم چی شد، چون اصلا امپراتوری رفت و اینا آمدن، بعد مجبور میشن که اون موقع با یه برهان های سر پای اون موقع سرتش رو هم بیارن. اینا رو در نشست های نخستین گفته بودیم. من میخواستم الان داستان رو پس از جلولا ادامه بدیم. نبرد جلولا که به سر آمد که تقریبا بهار سال 637 برآورد میشه، میگم در مورد زمانها پس و پیش بسیار هست، ببینید نبردهای آغازین ها جلولا رو شاید کمابیش بتونیم بگیم که همون بهار 637 میلادی بوده، که نبرد بسیار بسیار سختی بود با تلفات بسیار سهمگین از سوی مسلمونا، که من اونجا میزان دروغای اعداد و اینا رو کافتم، درست مثل قادسی همه اعداد همش در دروغ اونایی که به ما رسیده. هیچ دوده ده 7-8 هزار تا شوالیه ایرانی بودن علیه 30-40 هزار تا مهاجم عرب که بعدا بهشون تازه کمک هم رسیده بود. و وقتی که جلولا به دست اونها افتاد، خب شمال عراق رو هم تونستن کنترل کنن و بعد یه درگیری های رو در رو استبلیش کرد خودش رو جا افتاد، که از سوی ایرانی ها پیوسته به مسلمان ها شبیخون می زدن واسه اینکه وضعیتشون رو در عراق ناامن کنن و شاید آماده کنن بازپسگیری، و از سوی دیگه عرب ها فوج می اومدن به اون بر زاگرس کوشش می کردن شبیخون بزنن، چون در حقیقت بخش بزرگی از انگیزه کارشون یا شیوه زندگیشون مال مسلمین همین در حقیقت غارت بود. شبیخونای اون ور، شبیخونای این ور، یه وضعیتی آشفته بازار بود. میونه سال 637-638 میلادی و این دو پادگانی که نام بردی، کوفه و بصره، اینا پیوسته هزاران نفر سربازگیری میکردن از درون عربستان، از درون سوریه، مناطق رومی عرب نشین که دستشون افتاده بود، ده ها هزار نفر پشت سر هم می اومدن و اینها درخواست میکردن که ما یه جایی بریم جایی دزدی کنیم، و اینا رو کوشش میکردن بفرستن به اونور زاگرس. کم کم درگیری ها کشیده شد به خوزستان. یکی از دلایل اصلیش بود که فرماندار نظامی اونجا خیلی خیلی موفق بود تو شبیخونایی که به داخل عراق میزد و به ویژه بصره رو و پادگان های کوچکتر مسلمانی رو اسلامی رو دوربرش رو چندین بار بهشون شبیخون زده بود و آسیب فراوان زده بود، و نیروهای مسلمین کم کم کشته شدن به طرف خوزستان. اینی که این فرماندار نظامی با چه شدت و حدتی مقاومت کرده که نامش هرمزان بوده، خودش رو در اون نشون میده که میشه برآورد کرد زمان جنگ خوزستان به تنهایی 2 سال طول کشیده. یعنی اینکه از تمام آماده سازی قادسیه و برخوردش و تا جلولا 1 سال نه طول کشید، ولی به تنهایی نبرد خوزستان 2 سال طول کشید و شمار کشته شده‌های مسلمان‌ها اونجا واقعا از شمار شمردن بیرون بود، چون پشت سر هم هرمزان چپ و راست بهشون شبیخون می‌زد با تاکتیک‌های خیلی خیلی برتر، و آخر سر بعد از اون 2 سال اینقدر دیگه نیروی کمکی اومد که دیگه خراسان مملو از مهاجمای مسلمان. خوزستان کجا رو گفتم؟ خراسان، اشتباهی. خوزستان مملو از مهاجمای مسلمان شده بود و سرانجام در شوشتر محاصرهش کردن. خود محاصره هم بیشتر از 1 سال طول کشته الاخر تا اینکه گرفتنش. حالا این یکی از دلایلی که هرمزان اینقدر شدید اونجا مقاومت میکرد و نیروهای مسلمان رو به طرف خودش کشیده بود این بود که به احتمال زیاد اینترکومونیکیت کرده بود، یعنی که هم برنامه ریزی مشترک بود با اون تیم سارایی که دوروبر یزگرد بودن که آقا تو این دیوونا آدم کشار اونجا دست به سرشون کن
و مشغولشون کن تا موقعی که ما اینجا فرمانهای لازمه رو صادر میکنیم به استانداری های دیگه و نیرو جمع میکنیم واسه ایجاد یک لشکر بزرگ واسه حمله اصلی به قلب عراق و نابود کردنشون، که در حقیقت همون آماده سازی نهاونده. و مسلمان هم کاملا از صبح تا شب فقط مشغول خوزستان بودند و واسه همین این آماده سازی این نبرد هم پیش رفت پیش رفت پیش رفت بدون اینکه اونا مزاحمش بشن. یعنی سر نامه های نوشته شد، البته چون استان ها تا اندازه هم از یزدگرد یه خورده مایوس شده بودند که آقا این چی شده که اصلا مرکز کشور رو باخته توی عراق، اینا چرا نبرد پشت نبرد اونجا باختن، یا دست کم اگرم همه نبردار رو نباختن. من عرض کردم که نبردهایی که ایرانی پیروز شدن بخش بزرگشون مسلمان رو سانسور کرد. حالا در مجموع آخر سر مجبور شدن تخلیه کنن از اونجا بیان بیرون و هم جنوب و شمال عراق دست دشمن افتاده. استانداری یه خود مشکوک بودن، یعنی بدبین بودن به خود یزدگرد و منومن میکردن، او هم نامنگاری میکرد. سرانجام نیروهای فرستادن و یه لشکر قابل توجهی تو پادگان نهاوند کم کم داشت آماده میشد، چون از استانهای گوناگون میمدن اول با تمرینهای مشترک میکردن که به هم دیگه همگین بشن، هموژن بشن و الاخر. توی مدت مسلمان همش مشغول خوزستان بودن. پس از اینکه تونستن شوشتر رو بگیرن و هرمزان به دستشون افتاد، دستشون باز شد که اصلا ببینن جاهای دیگه چه خبره و پیش قراول های یا گروه های غارتی تیزتگی میفرستادن به درون ایران به سوی خود خراسان، ببخشید به سوی خود اصفهان و روستاهای ثروتمندی که سر راه بود اونا رو غارت میکردن. و وقتی که میرفتن و میمدن کم کم اطلاعات جمع شد که یه سپاه قابل توجهی تو نهاوند داره جمع میشه که این از یه حد سپاه استانی فرق میکنه، یه سپاه اساسیه و از استانهای گوناگون نیرو اومده و واسه نابود کردن مسلمین احتمالاً بس خواهد بود اگه که آماده بشه و کامل و اینها. و یک هراس بسیار بزرگی اون موقع مسلمین رو در گرفت که نمیدونستن درستی که چیکارش بکنن، به ویژه که سعد ابن وقاص رو هم جابجا کرده بود عمر، چون یه جوری با همه دعوا داشت. مثلا کلا یک آشفته بازاری بود توی مرکز فرماندهی مسلمان. اگه ما یه بار بشکافیم که چه خرطوخری اونجا بود، اصلا بیننده در شگفت میشه که این اصلا چجوری نبرداشون رو جلو میبردن. یعنی یه مش افراد متوحش، آدم کش، هم در حقیقت داعش های امروز، البته از داعش های امروز به مراتب به نظر من آشفته تر و بیمغزتر و روانی تر. اینا در مدینه و جاهای دیگه جمع شده بودن، هر روز هم همدیگه رو میکشتن. شما در نظر بگیرید که از خلفای راشدین دوتای اول اصلا که حالا ابوبکر اونجوری، عمر به دست ایرانی ها، ابوبکر یعنی تمش در خطر بود ولی اون کشته نشد، عمر به دست ایرانی ها، خب اونم که حالا جنگ طبیعی بود، ولی عثمان و علی تو دعوای خودشون از بین رفتن. یعنی اصلا یک آشفته بازاری بوده، خود اون ابوبکر هم تمام جانش در خطر بود. بس. یک مش آدم وحشی اصلا نمیشد اینا رو کنترل کرد، نمیشد اینا رو... یعنی بخش بزرگی از حملات به داخل ایران به اون ور زاگرس کلان شروع شده بود، چون داخل خوزستان مثل همون آمیب بود، اون استعاره آمیب که من یه بار گفتم، مثل آمیبی که نه سر داره نه ته داره نه مغز داره نه عصب داره، فقط افتاده داره سر تا سر تن تو داره زنده میخوره. و مرکز فرماندهی هم اصلا نمیدونست اینا کجان. من اینجوری بهت بگم، تمام این افسانه هایی که بعدن طبری اینجوری تجسم میکنه که اینا یک نقشه ای داشتن و سری داشته و هیچی، یعنی خود مرکز اصلا نمیدونست اینا کجا هستن. اینا فقط گفته بودن که آقا 10,000 تا رفتن داره اونجا رو غارت میکنن، چون بیابون نشین هم بودن، مثلا میبودن وارد ایران که میشدن تو بیابونا حرکت میکردن، دهاتا رو میزدن، نمیدونم میکشتن، تجاوز میکردن. اینا مرکز فرماندهی هم گاهی اوقات فقط یه پیام میگرفت که اینا مثلا دوباره مثلا اینقدر غارت کردن، اصلا کس نمیدونه کجا هستن. و مثل همون داستان اون آمیب، حالا این بخش بزرگی از این آمیب که در خوزستان مشغول شده بود نفهمیدن که اون سپاه تو نهاوند داره آماده میشه. و وقتی آماده سازیش از یه حد بحرانی گذشت، تازه دوزارشون افتاد. بعد هراس سر و پاشونو گرفته بود، دوباره آشوب، داد و بیداد، چیکار کنیم چیکار نکنیم، خر تو خر. در حقیقت یک سپاه بسیار بسیار بزرگی از همه جا جمع کردن و روانه نهاوند کردن به امید اینکه قبل از اینکه آماده سازی ایرانیا کامل کامل بشه بتونن باشون رو در رو بشن.
شرم جان گزارشی هم بود که وقتی که جریان گرد همایی نیروهای ایرانی در نهاوند منتشر میشه، یه بسیج بزرگ از نیروها در استان فارس انجام میشه که اون موقع به حال یکی از مناطق استخواندار ایران ساسانی بود و از مثلا استخر و گور و داراب گرد و اینا به هر حال نیروها جمع میشن که حرکت کنن. میگن که ابو موسی اشعری با یک تعداد زیادی از این سپاه اسلام میاد بین در حقیقت استان فارس و نهاوند، یعنی نزدیک تو محدوده استان اصفهان کنونی، شروع میکنه تاخت و تاز کردن و غارت کردن و کشتن روستاییان استان اصفهان اون منطقه که ایجاد ارتباط نشه بین این دو منطقه بزرگ، یعنی فارس، استان فارس و نهاوند. و از اینکه این لشکر بزرگ رو تبدیل به یک ارتش خیلی فراگیر بشه جلوگیری کنه، چون اینها نیروهاشون از خوزستان ظاهرا پس از درگیری های خونین در شوشتر و شوش و رام هرمز و اینا و سقوط هرمزان آزاد شده بودن، با عده زیادی اومدن که به هر حال قیچی کنن و جلوی رسیدن این دوتا نیرو رو به هم بگیرن. سیستم کارشون همون آمیب بود. درسته. یعنی اون صدها هزار نفر رو ریخته بودن داخل ایران، اینا تو فوجای چند صد نفری چند هزار نفری حرکت میکردن و دستور کارشون فقط این بود که آقا ما که کنترلی بر شما نداریم، به حمد الله شما خودتون هر کی دیگه گرفتید بکشید، تجاوز کنید، اینا دیگه با خودتون. آتش به اختیار بودن ها. آتش تنها راهی که داشتن از اول تا به امروز هم همینه. نظم نداره سیستمشون، چون و اصلا نمیشه کنترلشون هم کرد. اصلا اون وضعیت رویارویی باهاشون سخته. برای لشکر کلاسیک ببین، البته من اینجوری بهت بگم، این دروغای تواریخ کلاسیک و بلازری و نمیدونم تبری و اینا رو بذار کنار، میزان کشته هاشون در جنگ با ایرانی ها خیلی بالا بود. درسته. از ایرانی ها خیلی بالا بود. ترچونه میگن که آقا اینا در اقلیت، بگم دروغای شاخ داره. ما یه نمونه داریم که این از دستشون در رفته دیگه، زیر تیغ سانسورشون نبوده، چون سانسور افسانه هایی که نوشتن به نام تاریخ سیستان. بله. تو تاریخ سیستان اینا بعد حالا به برنامه های بعدی میرسه، پس از اینکه نهاوند رفت و اینا رفتن، خب بالاخره با استانها به جنگ استانها رو بگیرن اینا، یه موقع سراغ سیستان رفتن. و از اون روزگار خاطراتی مونده بود که نویسنده تاریخ سیستان که خودشون مسلمانی بود بعدان و وفادارش هم رو به دین اسلامش بود، سالیان سال پس از حمله به اونجا نوشته بود، خوشم به چش نیده بود، یعنی نسلهای پیشتر بود و اینها، فاصله زمانی قابل توجه بود با رویدادها، ولی از نگاه یه مسلمون نگاه میکرد نویسنده ایرانی اون تاریخ سیستان، ولی خودش گفته هر جا اینا با لشکر استانی طرف شدن میزان تلفاتشون به مراتب از ایرانیا بالاتر بود. اینو توی تاریخ سیستان دیگه خوشبختانه این دیگه از زیر تیغ سانسور اون افسانه پردازای اولی گذشته، یعنی لشکری که رفته بود بدن سیستان بگیره هم با تجربه تر بود، هم تجهیزاتش بهتر بود، هم شمارش بیشتر بود نسبت به اون لشکرای اولیه اسلام. درست. چون هی بزرگتر بهتر شده بود، مدل بهترترش که رفته بود اونجا از پس لشکر استانی بر نمی اومد، گر رو گر کشته میداد. درسته. تو میتونی تصور کنی که اولش چه خرطوخری بود این لشکر، اینا چه بی‌نظمی بود و چقدر اینا کشته میدادن، یعنی تنها روششون فقط همون موج انسانی بود. و اینه که تا میتونن با لشکرهای اصلی طرف نشن، بلکه شبیخون فقط بزنن به دهات‌ها یا با افراد اهلی رو بکشن، تجاوز کنن، الاخر اونجوری سراسیمه کنن و نظم دفاعی کشور بریزن به هم. و چند صد هزار نفر هم بودن، اون داستانهایی که 8000 تا اینجا بود همش دروغای شاخ داره. اینا هر کس و ناکسی رو که در بیابونای عربستان و در سوریه پیدا کرده بودن یه قمه دستش داده بودن، روانه ایران کرده بودن. شما با 400-500 هزار مهاجم باید حساب کنی. یعنی توی نهاوند وقتی که لشکر ایران داشت شکل میگرفت، برآورد منطقی اینه که حدود 30-40 هزار تا آدم جنگی بودن، شاید 20-30 هزار تا آدم لاجستیک بود، یه لشکر بزرگ بود، از لشکر قادسی بزرگتر بود. درست. ولی مال عربا رو باید مجموعش رو با 140-150 هزار تا حساب کنی. شرم جان درصد بسیار بالایی از نیروی مرد به سن بلوغ رسیده شبه جزیره عربستان به اضافه جنوب سوریه و اردن کنونی، یعنی این جمعیت مرد بالغ، جمعیت
30,000 نفر و 20,000 نفر نیست، همچنان که تو داری میگی و کاملا درسته، جمعیت خیلی بیشتر از این است، برای اینکه عملا نیروی کاری که اونجا وجود نداشت اکثر اینا اومده بودن. بله خبر میرسید که آقا ثروت هست بیایید، بلکه نمیرفت سرش کلا میرن احساس میگرد. بله دقیقاً. از یه چیزی شاید بشه گفت 70% 80%شون موبلایز شده بودن. نیمه جنوبی سوریه که عرب نشینم بود، اونجا تراکم جمعیت بالاتر بود، اونجا 2-3 میلیون انسان میزیستن. با آسانی میتونستی 400-500 هزار تا غم کش هم از اونجا ریکروت کنی. اینا رو به هر حال کم کم نبرد نهاوند شکل گرفت، چون اینا میخواستن که جلوی این جمع شدن فراتر سپاه رو بگیرن که از سپاه از اونم بزرگتر نباشه که باش طرف میشن. و یک پترن یا یک الگویی شبیه اون چیزی که پیش از قادسیه یا به ویژه در جلولا رخ داده بود، شاید بشه به جلولا داشت، در نهاوندم رخ داد. یعنی اینکه ایرانیا با نهایت نظم و اینا رفتن پشت سنگرا و شروع کردن خطوط مسلمان‌ها رو همش اذیت کردن، حرکاتشون رو و بینا زیر باران تیر گرفتن، بهشون شبیخون زدن به قرارگاهشون و به اینا تلفات وارد کردن. و تلفات عربا یا مسلمان ها مثل جلولا غیر عادی بالا بود، اینقدر بالا بود که پس از یه مدت خود پیروزان یا پیروز خسرو که فرماندار کلی نیروها بود در اونجا، تصمیم گرفتش که باشون رو در رو بشه. حالا اونجا اون برنامه میاد که حکایت های گوناگونی هست، روایت هایی که میگن آره اینا گفتن خلیفه مرده، ایرونی ها رو اینجوری از پشت سنگر کشتن بیرون، نمیدونم اون یکی روایت ارمنی که اینا اومده بودن شاه دختای ساسانی رو مثلا به فرمانده نشون میدادن، اظهارشون تجاوز میکنن چششون از اینجور کارا. هرچی دلیلی بود یه موقع ایرونی ها اینا رو دنبال کردن، ولی بخش بزرگ اون چیزی که تو تاریخ های اسلامی چه جواب دوباره همش تخیله. شماره یک، شما حتی اون شاه دخترم آورده باشی جلوی چشی یارو بهش تجاوزم کرده باشی، اون سرزمین خودشه، یعنی اون منطقه رو مثل کف دستش میشناسه، پیروزان و نیروهای تدارکاتیش. اون نمیاد مثل یه آدم نفهم تو رو دنبال کنه تا یه جایی به تله تو بیفته، اون کشور خودش از تو بهتر اونجا رو میشناسه، پشت هر کوه تپه و دره‌ای رو. برآورد منطقی تر به جای اون داستان سرایی هایی که تو تواریخ اسلامی هست که من ارزش اطلاعاتشون رو با زیر 5% برآورد میکنم، گمان من اینه که اینا همون آدم کشی ها و تجاوز های جنسی همشگی رو به دهات ها و روستا اینا مدتی انجام دادن که ایرانی ها رو از پشت دژ بکشن بیرون. بعد ایرانی ها رفتن بیرون و توی جای با اینا برخورد کردن، جنگ چندین روز طول کشید، جنگ خیلی سختی هم بوده، درست این قادسیه و حتی بخشی از جلولا پیروزی با ایرانیا بوده. و بعد روز سوم یا چهارم مقادیر خیلی غیر عادی نیروی پشتیبانی برای مسلمان رسید. ما برای این سند هم داریم، خوشبختانه کنار این افسانه ها و اینا کارتونوار مسلمان ها یه سری سند ارمنی هم مونده. مثلا سبئوس اینجوری توصیف میکنه که میگه ایرانیا اونجا با مسلمان ها برخورد کردن و بعد نبرد به داخل دشتا کشیده شد و نبرد بسیار سختی بود، چند روز طول کشید و ایرانی ها آخر مجبور شدن باز پس بنشینن، چون گزارش اومد که یک سپاه بسیار بزرگ پشتیبانی برای مسلمان ها داره میرسه. این سبیوس گفته، این اون افسانه های تبری و لازری اینا رو دوباره بذار در کوزه فلان، دوباره برای خودشون نوشتن داستانه. در حقیقت من حس میزنم اینا 30 یا 40 هزار نفر نیرو داشتن، شدم 20 هزار نفر هم لوجستیک داشتن، یا 30 هزار نفر بخش جنگیش 40 هزار تا نمیتونه بیشتر بوده باشه، از استانداری اصلا نمیتونست اونقدر بکشه. ایران ایران مال مسلمان ها رو تو فوج اول من با 60 هزار نفر حساب میکنم و بعد اینا که رفتن تو بیابون باشون طرف شده بودن و جنگیده بودن، احتمالاً بخش بزرگ مسلمان‌ها کشته شده بودن و یه چیز حدود 60-70 هزار تا دوبارهشون کمک اومده بود. شما صلاحیت این تز رو میتونی از این برشناسی که فرمانده های اصلی مسلمان‌ها تقریباً همشون تو این جنگ کشته شدن. درست. اصلشون فرماندار کل سپاه بود نعمان بن مقرن که اون با این که خودش درگیر جنگ نشده بود کشته شده بود. یعنی نشون میده که نیروهای ایرانی موفق شدن قلب سپاه مسلمان ها رو بشکافن
گارد محافظ فرمانده رو هم بکشن، برسن خود فرمانده رو هم بکشن. این تا این اندازه سپاه اسلام متلاشی شده بوده تو اون سه روز اول. نه فقط این اونو ثابت میکنه، بلکه دو سه تا از فرمانده های بزرگ و پهلوان های نامدار که اینا رو دیگه نتونستن از قلم بزنن تو سانسورهای همیشگی، نامشون مونده که اینا همه اونجا کشته شدن، اون مسلمونا. نمیدونم این وسط گمان کنم اون همون طلیحه، اون آدم کشه طلیحه بود، طلیحه ابن خویلید بود دیگه میگم نامش. یکی دیگه داشتن، یه آدم کش دیگه بود نامش چی بود، اون یارو گمان کنم عمر بود، عمر ابن معد. اینا همه تو نبردای با رومیا ببیشه خیلی کارایی کرده بودن، همه اینا کشته شدن. یعنی اینا رو دیگه خود نوشته های سانسور شده مسلمان ها اعتراف میکنه. درسته. از این سردارا و فرمانده های صاحب نامشون که به کشته شدن، این شاید به این نتیجه رسید که شمار کشته شدگان در ردهای پایین و متوسط هم خیلی بالا بوده که اینقدر فرمانده کشته شده. وقتی فرمانده اصلی و ساب کماندرهای اصلی کشته شدن، یعنی که قلب سپاهشون نابود شده بوده، باخته بودن جنگ و روز سوم باخته بودن. و سبیوس هم میگه گزارش اومده که نیروهای کمکی خیلی غیرعادی زیادی داشته براشون میومده و ایرانی اصلا جنگ رو نباخته بودن. سبیوس میگه که حساب کتاب کردن دیدن حریف اون نیروهای جایگزین نمیشن و شبانه بازپس نشستن. یعنی اصلا اون داستان‌های افسانه‌وار که مثلا طبری همیشه بدترینشون اون نوشته که وای اینا نمیدونم 20,000 تا مسلمان بودن، 100,000 تا ایرانی، بعد اینا در کوتاه‌ترین مدت اونا رو شکست دادن و بعدم دیگه هیچ چیز. یعنی تا روز سوم پیروزی کامل با ایرانی‌ها بوده، با وجود اینکه از دژ اومده بودن بیرون، نار دنبال کرده بودن اونجوری که اینا می‌خواستن و اینا رو تقریبا کاملا متلاشی کرده بودن. و وقتی دیدن که نیرو پشت نیرو داره براشون میاد، باز پس نشستن، چون امید ده بود به ادامهش. افسانه هایی هم گفته بودن تو برخی از این دستمایه ها دیده بودن من شهرام که ایرانی ها شگفت زده بودن که چرا شمشیرشون به این تیزی بر مثلا پوست نازک سپاه اسلام به سرباز مسلمان اثر نمی کنه. کاملا مشخص بود که نویسنده به دنبال اینه بگه که اونها قوی بودن، امکانشون زیاد بود، ولی اگه شمشیرم می زدن عملا عصبی اثر بود. کاملا میخواد اینجا یک فضای حماسی بسیار جعلی درست بکنه و یه مطلب کاملا ماتریالیستی و مادی و فیزیکی رو بچسبونه به مسائل عرض کنم خدمتت که آن دنیایی و پشتیبانی الله از این سپاه. و این واقعا خیلی دو تاریخ نویسی زشته، چون وقتی منبع شما میخونی واسه اینی که بدونی چه رخ داده، چگونه رخ داده، منابع رومی هست، منابع ارمنی هست و هیچ کنون از اونها، اونهایی که حالا تونستن متریال بنویسن، ابدا نشانهی برای این که شمار مسلمانان کمتر بوده رو ارائه نمیدن. در چیزی که همه اینا مشترکن، هم مورخین مسلمان و هم غیر مسلمان، این است که هدف اول و اصلی سپاه اسلام غارت و بگیر و ببند و تجاوز بوده. به حال سویوس خودش میگه که پس از این که سپاه ایران تو شب باز پس نشست، وقتی دید که نیرو پشت نیرو داره برای اونا میاد، اونا بعد اون موقع به روستاها و شهرهای محلی پرداختن و میگه 22 تا شهر رو تا نفر آخر همه رو قتل عام کردن و تجاوز کردن. نام 22 تا رو هم اگه بیاد داشت باشم میگه. به حال پس از اون در حقیقت خود یزگرد تا اندازه زیادی ناامید میشه از دفاع فراتر، چون میبینه این سپاه بزرگی که گرد آورده بود واسه برخورد با اینها و این قدم از اینا کشت ولی تمومی نداره. در حقیقت یه همچین گزارشی را ما از سیستان داریم، یعنی تو تاریخ سیستان هم اون فرماندار نظامی منطقه ایران، ایران ابن رستم، یا اونم ایران ابن رستم، ایران رستمان بوده نامش. این بعد از اون نبردهایی که مسلمان‌ها رو شکست میده، آخر تسلیم میشه واسه اینکه دوباره به جون اهلیا و دهاتی‌ها از این حرفا میفتن. و اون جمله که میاره میگه که آقا این داستان مثل این که کار دراز داره، پایان نداره، یعنی منظورش اینه که هر چی میکشیم به جاش میاد. و این اثبات میکنه این مسئله که این مقدار نیروی کمکی اصلا سرسام‌آور بود. چون عرض کردم هر عربی رو که اینو مسلمون کرده بودن که تقریبا همشون بودن، یه قمه دستش داده بودن.
ببینید چند صد هزار نفر زده بود و اینا مثل امیب کار میکردن و همه جا رو همزمان غارت میکردن و میکشتن و تجاوز میکردن. اصلا فرماندار نظامی هم دست اینا کلافه شده بودن و جایی هم که با اینا طرف میشدن مثلا نهاوند و اینا رو تقریبا قتل عام میکردن که فرمانده و ساب کماندر هم کشته میشه به اندازش همون شب دوبارش کمک میرسه. و این خب یه موقعی در ایرانی ها یه ناامیدی خیلی عمیق پیدا بود که این که تمامی نداره که این که مثل ملخه که و یه همچین احساسی پیدا اومد. حالا البته ما این داستان تصرفات رو که تا پایان بگیم و تو نشست‌های آینده میرسیم به استان‌ها، به اونا بیشتر استیگه میکنیم. استان فارس چی شد؟ استان آذربایجان چی شد؟ استان مرکزی چی شد؟ خراسان چی شد؟ اینها حالا پایان کار یزدگرد دیگه بیشتر همه میدونن، اون خیلی اهمیتی نداره. مهم اینه که دیگه آخر سر از نظر نظامی هم وقتی که در تنگنا قرار گرفته بود یه موقعی اونجا تو درگیری‌های محلی خودش کشته شده، حالا بر هر روایتی که بوده. ولی این پایان گفتارها رو که اگه بار دیگه بهش رسیدیم، بعد اون موقع یه نشستم آنالیز میکنیم یا وامی کاویم، از بالا کلی نگاه میکنیم به این که آیا دولت ساسانی پس از اون شکست‌های سخت نخستینی که خورده بود اصلا میتونست جلوی اینا رو هنوز بگیره یا نه. یعنی اون اولیا رو میگیم مثلا پاشون لغزی تواضعشون نبود، بعدن میشد جلوشون گرفت، این جلوی این طوفان ملخ‌ها رو میشد اصلا گرفت یا نه. خود اون مطلب خیلی مهمیه که آیا اینا اصلا آخر سر قفلت کردن، این فرمانده‌هاشون و لشکرهاشون و اینها، چون بخش بزرگی از فرمانده‌ها و زیر فرمانده‌های ساسانی‌ها تو این نبردها کشته شدن. درسته. یعنی شو کسی درد نرفت. دیگه رستم فرخزاد کشته شد، هرمزگان دستگیر شد بعد کشته شد، سر جریان دیگری پیروزان کشته شد، مردانشاه کشته شد، بهمن جادویی کشته شد، خود شاه کشته شد. عملاً آدمای سرشناسی که ما تو اون دوره میشناسیم، سرداران ارمنی کشته شدن. به نظر نمیاد که از فرماندهان بزرگ کسی با اینا ساخته باشه. شما خیلی بارا بود، شما خیلی بارا بود. میگم کنار رستم فرخزاد، انوشکان، بهمن جادویی، پیروزان، مردانشاه، اینا که گفتی میشناسن، فرماندهان ارمنی مثل گلینوش، نمیدونم بعد مهران رازی، حالا مال سپهبدان، چه میدونم یه سیاوخشی بود، نمیدونم شهریار ابن کنارا بود، نمیدونم شهریار دربندی بود، فرخونداد بود، گریگور بود، مهران همدانی بود، شهرواز جادویی بود، برادرای رستم فرخزاد همشون بودن تو نبرد واجرود و اینور و کارن موته نرسی الاخر. این تعداد سپاهبدا و این گندسالارا و یعنی در حقیقت سپهبد و سرلشکر اینا که داشتن همه کشته شدن، کسی در نرفت. یعنی شما یه طوفانی از ملخ بوده آه. که هرچی هم میکشتی پشتش صد هزار نفر میومد. میخوای یه پرسش خیلی جالب در آخر برنامه‌مون، یعنی برنامه مثلا سپسی نه یکی اونور خواهد بود که اصلا میشه جلوش گرفت یا نه. راه‌های وجود می‌داشت که حتی پس از اینکه این طوفان راه افتاده، چون اول جلوش گرفتن ساده‌تر بود، اینا که مثلا تو قادسیه اون رو شکست می‌دادن می‌شد سرسرش خیلی زود تمام بود. درست. بعدن که طوفان بالاتر خیلی بزرگ راه افتاده بود و اینا تمام عرب و تمام سوریه رو موبیلایز کرده بودن، پس از اون دشوار بود. به هر حال توی نهاوند که ما گزارش درست دوباره دمادش نداریم که واقعا چی شده و اونجوری که سبیوس میگه شکستی از ایرانی اصلا نخورده بودن، فقط اصلا نیرو تموم شد بس که از این ور آدم میومد و اونا خودشون باز پس نشستن و این لشکر چند صد هزار تایی این امیب این ملخ ها ریخت به درون دل ایران شهر و دیگه لشکر مرکزی هم نبود که ازش بترسن، دیگه پخ شدن از هم دیگه، 30,000 نفر این طرف، 30,000 نفر اون طرف، 40,000 نفر این طرف، به تک تک استانها و فاجعه های اینا پید آوردن. اینجا دیگه بخش به فاجعه انسانی یا جنوساید در حقیقت میرسیم که دیگه هر احدی دست نمیومد میکشتن، به بچهش تجاوز میکردن، اسیر میگرفتن. اصلا یه بساطی اون داستانی که مثلا پس از نهاوند اینا چند ده هزار تا زن و بچه گرفته بودن، شاید 100,000 نفر، اینا روانه مدینه کرده بودن، نمیدونم عمر دیده بود دست به موهاش گرفته بود که وای اینا کیان، از کجا آوردید الان این همه نمیدونم بیگانه اومده تو قوم عرب ما، اصلا این چی خواهد شد، قراقاتی خواهد شد. بعد تواریخ خود اسلامی هم میگن که اون همه ده هزار زنی هم که آورده بودن همه حامله بودن، بعد عمر میگه چرا حاملن، اونا میگن خندیدن، میگن ما طاقت نبودیم مثلا تا به همشون تجاوز کردیم. اصلا یعنی شما از داخل داستان‌ها یک فضای ترسیم میکنی که حمله آلمان نازی به نمیدونم این لهستان در مقایسه با یه فضای خیلی شسترفته‌ایه. چرا آلمان؟ حالا اونا من یه خوردم اغراق میکنم، اون میزان کشته‌های جنگ جهانی دوم با اون ابزار مدرن جوری دیگری بود.
توحش هم زیاد انجام شد و اینها، اون هر چی سر جای خودش. ولی این مدل آدم آدمخوار که ما تو داعش خوشبختانه تو امروز دیدیم و تونستیم از رو اون بازسازی کنیم فضای اتفاقات اون روزگار رو، چند صد هزار تا از اینا بریزه توی کشور و بتونه موفق بشه لشکر مرکزی رو از بین ببره و بعد سر کارش دیگه با دهاتی های بی‌دفاع بیفته، فضایی که موجود بوده باور نکردنی بوده از نظر شکستن روحیه اون قوم ایران. درسته. که پس از اون دیگه قومی که از پس اون برآمد دیگه هیچ وقت نرمال نبود از روحی. این تا به امروز نتیجه اون شکست غیر عادی تو روحیشون مونده و عیب روحی کردن ایرانی‌ها بعد از اون. شما یک کسی رو مثلا تو همین حالت مایکروش هم هست کوچیک، شما یک کسی رو گروگان بگیرن یه مدتی، مثلا دختر خانومی رو نوجوان چیز رو این چند ماه در دست یک گروگانگیر باشه، اون گروگانگیر اینو بهش تجاوز کنه، قبلش هم مثلا دیده باشه که پدر اینو با چاقو کشته باشه جوش خود بچه، این بچه بعدن در طی عمرش دیگه بچه نرمالی نخواهد شد کاملا. و این ایرانیا اون زمان وقت قومی تجربه کردن و یه روز و دو روز هم نبود اون بخش بعدن اون فجایع و بعد پسا فجایع تا 100 سال ادامه داشت و یعنی یه چیز بسیار بسیار ماندگار. حالا ما امروز میخواستیم بگیم که این نبرد نهاوند چجوری از پس درگیری های با خوزستان بعدن به اونجا در گرفت و بعد من فضای کلی نبرد میخواستم بگم، چون میگم اطلاعاتی که در داخل خود تواریخ اسلام هستن که اون کمش افسانه اصلا، نه شمارش نه روشش نه برخوردش نه هیچیش به درد نمیخوره، یعنی باید همه کنار هم بذاری که فقط از وسط اون همه دروغ یه چیزی استخراج کنیم بیاری بیرون به مدد حالا مثلا شاید اطلاعات جانبی دیگه که داری یا از تواریخ دیگه که دستشون در رفته به خوشون لو دادن که حقیقت چی بوده. بعد حقیقت بازسازی کنی یه چیزی رو که زیر آواری از دروغ پنهان شده. این نبرد نهاوند خب وقتی که به این شیوه تمام شد، من عرض کردم هم خود یزدگرد خیلی ناامید شده بود، هم بقیه بازمانده استانداری ها، چون میگفتن که آقا این لشکر رفت، آمادگی نسبی هم ظاهرا داشت، حالا اونجوری که میخواست نبود، مسلمان زودتر از زمانی اومدن سراغش، ولی تلفات بسیار بسیار سهمگینی هم به این آدم خورا وارد کرد، ولی آخر سیر پیشروی آدم خورا رو جلوش نگرفت و این استانها رو و خود یزدگرد رو بسیار ناامید کرد. بعد از این ما تو برنامه آینده اون موقع به سرنوشت تک تک استانها رسیدگی میکنیم، به ویژه به سیستان و کرمان و فارس از یک سوی و بعد خراسان و آذربایجان از یک سوی، بعد توی یک شاید یه نگاه ویژه هم به استانهای خاور تری مثلا سغدستان و اینها که چجوری بعدن اون موقع از این استانهای شکست میخوردن مهترانش و این تیمسارها استان به استان بازپس مینشستن و کوشش میکردن دوباره جنگای پدافندی رو از اون استانهای بازمانده هنوز سازماندهی بکنن. ولی به هر حال پس از نهاوند ریسورس اصلی پدافندی دستگاه نظامی کلاسیک شوالیگی ساسانیان به پایان رسیده بود و استانداریام از دور پر از نگرانی نگاه میکردن و کمابیش شکست نهایی رو جلوی چش خودشون میدیدن. البته به خودشون میگفتن که خب حالا ما با اینا برخورد خواهیم کرد به هر استانی که وارد بشن، ولی وقتی به خودشون میگفتن که لشکرهای سازمان یافته مرکزی وقتی نتونستن این طوفان این ملخ ها رو جلوشو بگیرن، ما چجوری جلوشو بگیریم؟ و این فضای روحی بود که توشونا به سر میبردن. شاهین جان الان چقدر زمان داریم؟ من فکر میکنم که در حد شاید 3-4 دقیقه. بسیار خب، حالا من یه چیز کوچیکو اینجا میگم، چون بیننده وقتی که این توصیفو میبینه از خودش هم میپرسه که میگه واقعا میشد جلوی این ملخ ها رو گرفت. این داستان که اصلا نمیشد جلوش رو گرفت که اون کسی مسخره است، چون هم تو نبردای اول اگه یه جور دیگه داستان رقم میخورد که اصلا کارشون ساخته بود، من عرض کردم مثلا خود اسلام برمیافتاد تا خود مدینه. ولی پس از قادسیه و جلولا که یک موج بزرگ، یه هایپ بزرگی را افتاده بود و اینا چند صد هزار تا آدم کش دیگه هم سربازگیری کرده بودن، تنها راهی که وجود داشت که آدم بعدش دیگه با موفقیت جلوشونو بگیره این می بود که در ایران در سطح محلی دولت آغاز میکرد سیویلین ها رو مسلح کردن، یعنی روستایی ها رو. ولی این یه پارادایم یا یک بن الگویی بود
که دولت ساسانی بهش خیلی حساسیت داشت که نمیخواست این کارو بکنه. گفت آقا ما یه دستگاه صنفی هستیم که اصلا نظم کشور ما که وگرنه ما هم که مثل خودمون آدم خورا می بودیم که خلیفه خودشونو میکشن و تیکی تیکی میکنن از این حرفا، نظم ما در اینه که افراد مسلح تو کشور ما محدودن و مردم سیویلین اصلا تو روحیه آدم کشی هم بزرگ نشدن و فقط کارشون سازندگیه. یعنی اگه میخواست این کارو بکنه باید یک الگو شکنی میکرد، مثلا یه راه و روش بنیادی اون امپراتوری برای مدتی زیادی میریخت به هم و حتی اگه بعدن موفق میشدن که با این روش جلوی مسلمان‌ها رو هم بگیرن، معلوم نبود که اصلا بعدش دیگه بتونن نظم تو کشور ایجاد کنن دوباره. چون شما وقتی همه رو مسلح میکنیم و کهتر و مهتر همه مسلح میشن و تو این جنگ‌های پدافندی شرکت میکنن، بعدش هم دیگه اصلا نظم اون نظم فئودال یا اون صنفی جامعه رو دیگه نمیتونه ایجاد کنه، اصلا کسی اصلا که صاحبش اصلا نمیشناسه اونجا. درسته. سرانجام این نکته جالب این است که وقتی این پرسش پیش میاد که آیا میشد به گونه ای کار کرد که جلوی این حملات رو گرفت یا اونا رو پس زد، همچنان که گفتیم باید این پرسش این گونه کامل بشه که در کجا، در قادسیه، پس از قادسیه، تا نهاوند، پس از نهاوند، تو هر دوره ای نگاه میکنی یه سری عوامل کنارم قرار میگیره که این مسئله شوم برای ما پیش بیاد. فرضاً از آغاز کار اصلا بگیم، اگر به جای یزگرد سوم که یه آدم شاید کم تجربه‌ای بوده و آدم جنگی نبوده، در این حال که ازش به نیچه هم یاد شده ولی سردار نظامی نبوده و مشخص نه تجربه اون کار رو داشته، آزموده نبوده و احتمالا روحیه خیلی دلاوری هم نداشته، اگه مثلا شاپور یکم اونجا بود یا شاپور دوم اونجا بود یا انوشیروان بود یا اردشیر بابکان بود یا هرمز یکم بود، ممکن بود همون تفاوت شخصیت، تفاوت کرکتر باعث بشه هم آغاز کار مسئله رو جمع جور کنه و نذاره دیگه به جایی برسه که اینها بیان وارد فلات ایران بشن و زاگروس رو رد کنن و گرفتاری همدان بشه. یا آخره کار برخی میگن شاید اگر یزگرد سوم حرف خرهزاد برادر رستم فرخزاد رو گوش کرده بود و میرفت به تبرستان به جای خراسان، چون تبرستان به هر حال محدوده منزوی شده بود به خاطر کوهستان ها و جنگل ها، میتوانستن اونجا بمانن و کم کم باز دوباره با پیغام و پسخان بقیه نقاط رو بسیج کنن، در حالی که رفت خراسان به سرزمین بسیار بزرگتری که اونجا درگیش دیگه فقط با مسلمان ها نبود بلکه به دام ترکان هم افتاد و با توطئه ماهوی اون بلا سر اون و ایران اومد. یعنی هر جایی چند تا اگه هست و اگر یکی از این شرایط کنار هم قرار نمی گرفت در کنار چند تا شرط دیگه، شاید تاریخ به گونه دیگر نوشته می شد. البته باید بگم پس از نهاوند جلوگیری سخمی بود دیگه، می بایست واقعا با یه پارادایم چینج عمیق باید فقط کار می کردن. یعنی تمام روستایی ها همه رو باید مسلح می کردن. ما یه وضعیتی شبیه این در زمان صفویه داشتیم که جلوگیری از عثمانی ها تقریبا غیر ممکن به نظر می اومد و اون تمام امپراتوری های اروپا با هم دیگه با هم زورشون به اون نمی رسید، ولی دولت صفوی آخر جلوشون گرفت. ولی در اون از این دولت ایران که با چنگ و دندون میخواست جلوشون رو به هر بهای شده بگیره، روی تک تک سرای بریده یه نیروهای مخصوص عثمانی که یعنی بودن جایزه گذاشته بود. یعنی هر کسی که یه سر بریده از اون بخواست میبرد، مثلا یه جریب زمین میگرفت، یه پاداشی میگرفت، یعنی به مردم فهمونده بود که الان با چنگ و دندون اگه تا نفر آخرم لازم باشه جلوی اینا رو میگیریم. این فضا در فضای صنفی و شست رفتی روزگار ساسانی که اصلا از این خوشش نمیومد که همه مسلح باشن و میگفت هر کسی باید به کار خودش بپردازه، خالبته خب فضای ساسانی من نظر میزان سازندگی با صفوی قابل قیاس نیست، انگار که ما داریم مثلا آلمان مثلا با زامبیا میسنجیم. درست. این در حقیقت همون سیستم ساسانی تو روش خوش هم حق داشت، کامل حق داشت. این کارهای تولیدی شاید بدون اغراق 10 برابر روزگار صفوی بود. این گفتی مقایسه رو کردی، این خیلی جالب یادم اومد. در جنگ هایی که ایران دوره صفوی با عثمانی میکرد که خب طبیعتا اونا توپخانه داشتن، دست بالا داشتن و چندین بار اومدن جلو تا قزوین اومدن، تبریز رو یکی دو بار گرفتن، اینا یه سیاستی پیاده میشد، سیاست سرزمین های سوخته. یعنی ایرانی ها که ناچار و عقب نشینی میشدن، کشتارها رو آتیش میزدن و چاه ها رو کور میکردن، در نشه سپاهی مثلا 150,000 نفری عثمانی میامد و میخورد به بیخوراکی
نه برای اسباشون نه برای خودشون، و پس از مدت ناچار بودن برگردن تا در بعد. ولی فکر میکنم در دوره ساسانی حمله اعراب این کار دولت ساسانی نمیتونست فرمان بده انجام بشه. اول اینکه شما باید کار میکردی که خلاف باور چند هزار سالت بود، یعنی آتش سوزی از میان بردن کشتار و درخت و آب و خاک و آلوده کردن همه اینها، که اینا کاملا تضاد داره با اون ایده مولد بودن و سازنده بودن و اصلا گناه اینا به شمار میرفته. و دوم اینکه به هر حال یک خشونت و یک خودخواهی هم توش هست، چون شما به هر حال زندگی روستاییانه داره از میان میبره، روستاییان با خودتون داری میاری آواره میکنی، و بعد این روستایی اگر هم موفق بشن و برگردن تا چندین سال با قحطی و بیابی و اینا روبرو هستن، که دور صفوی یک کلا توی مسئله خب یه مقداری حکومت بی‌تفاوت‌تر بود. مال روزگار اسلامی بود، پس از حمله مغول بود، از افراد بیخیال بودن توی این مسائل. درسته. مطلب دیگرم ولی اینه که سپاه عثمانی باز یه سپاه نسبتا منظم بود، حالا مدل خشن اسلامیش و اینا، ولی سپاه منظم بود. سپاه اسلام سپاه ملخ بود، یعنی با زمین سوخته مثلا نمیشد خیلی جلوشو گرفت، چون اونا در حساب بیابونزیست بودن و اینا. من تنها راه پس از اینکه نهاوند به خطا رفت، راه اصلی که میبینم این بود که هر کسی رو هر جا که بود باید مسلح میکردی و رو تک تک سرای بریده مهاجم باید جایزه میذاشتی. یکی از راه بود، یعنی تمام جامعه باید میگفت اوکی، حالا که این مثل آمیب میاد و شبانه میاد و همه جا میاد، ما هم هر جا آمیب پیدا کنیم میکشیم. این راه میشد. ولی خب دیگه رایزنی درست شاید اون زمان نبود، شدم ناامید شده بودن، اصلا کلا با پارادایم زندگیشون هم مخالفت داشت هم چیزی. تا حالا یه همچین بلایی سرشون نیامده بود، اون اولین بار بود. یعنی واقعا تو تاریخ میشه گفتش که کار بزرگ اسلام این بود که ایران رو نابود کرد. یعنی مثل یه راهی بود که پیدا شده بود که ایران نابود کنه، و بعد پس از اون دیگه اون موقع دیگه جهان بی منازع یا بی هماورد دیگه دست فرنگی ها افتاد برای همیشه. کاملا. خیلی به نظر من در یه جمله کوتاه دستاوردش رو گفتی. زمانم به پایان رسید. خیلی سپاسگزارم شهرام جان و همچنین سپاسگزار از بینندگانی که توجه کردن. تارنمای ما این پایین نوشته شده، iranianrenaissance.com. اگر که نظری یا پرسشی درباره این جستارها دارید میتوانید ایمیل بزنید به تارنما، برید و ایمیل بزنید. اگر میخواهید از برنامه‌های جنبش رنسانس ایرانی و این برنامه زرتشت در تلویزیون پارس که الان مدت طولانی است پخش میشه پشتیبانی کنید، با همون تارنما تماس بگیرید و حتما دوستان پاسختون رو خواهند داد. و لطف کنید، مهر کنید این کانال یوتیوب ایرانیان رنسانس یا نوزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی رو در یوتیوب لایک بکنید. مشخص لوگوی ما اونجاست، سیمرغی که بر فراز البرز کوه داره اوج میگیره، و به دوستانتون بگید که به این برنامه توجه کنن، چون کم و بیش همه ایرانی ها توی دوره از زندگی خودشون به این پرسش بسیار مهم رسیدن و خواستن پاسخی داشته باشن، و چون پاسخهای درست نگرفتن، خیلی ها شروع کردن نظریه های نچندان معتبر رو پذیرفتن و نقل قول کردن و بازگو کردن. هدف ما در اینجا این است که آنچه که با برپایه مستندات و برپایه منطق روایت درست اون رخداد هاست رو با تون در میون بگذاریم، و به این افسانه دروغ و بیشرمانه آغوش باز ایرانیان برای سپاه اسلام پایان بدیم، چون تا موقعی که این افسانه زشت همراه ماست، وضعیت ما همین است که توی 1400 سال بوده که بدتر میشه و بهتر نمیشه. سپاس از توجهتون و با امید دیدار توی نشست بعدی برنامه 11 از این سری گفتارها. بدرود به شما و بدرود شرم جان. بدرود.